جواب تند مجری برنامه زندگی پس از زندگی به انتقاد تخریب کنندگان نسبت به این برنامه. سلام و درود خدمت همه بینندگان کانال میم تیوی. همونطور که میدونید برنامه زندگی پس از زندگی که این روزا قبل از افطاری از شبکه 4 پخش میشه، حسابی تونسته توی فضای مجازی بترکونه و بین همه ویدیوهای اکسپلور دیده میشه و این موضوع به خیلی ها فشار آورده و نسبت به این برنامه هجمه های وارد کردن و عباس موزون مجری این برنامه نسبت به این افراد واکنش نشون داده و توی پستی از اینستاگرامش نوشته و گفته هم منتقدان دلسوز و هم مخربان حقسوز قسمت‌های فردا و پس فردا را ببینند و پاسخ دهند که کجای این تجربه نوعی ناشی از کارکرد مغز یا فعل و انفعالات درون جمجمه است. اخبار رسیده حاکی از تلاش سازماندهی شده برخی از افراد شناخته شده برای گسیل تخریب‌های سوزنده و نه ارائه نقدهای سازنده است. به صورت حساب شده و سازماندهی شده قرار است یک حرکت‌های با ظاهر علمی و نقد اما با نیت‌های دیگری شکل بگیرد و به برنامه هجمه وارد کنند. بسیاری از مخاطبان و علاقمندان این موضوع را خبر دادند و ابراز نگرانی و دلسوزی کردند. خطاب به مخاطبان برنامه میگویم نگران نباشید، این راه طولانی ادامه دارد، چون این راه پرنون نه شروعش این برنامه و بنده است و نه پایانش. وی گفت که این متن را برای تخریب کنندگان برنامه نوشته است و جواب منتقدان اصلی را بعد از ماه رمضان می‌دهد. خب دوستان، نظر شما چیه؟ آیا واقعا موضوعات و داستانایی که در این برنامه بیان میشه واقعیت داره یا صرفاً ساخته و پرداخته ذهن نویسنده این برنامه است؟ و یا اینکه طبق گفته مجری این برنامه یعنی عباس موزون، خیلی ها از پخش شدن این برنامه در اینستاگرام و فضای مجازی به طور گسترده فشار بهشون اومده و به طور هماهنگ شده نسبت به این برنامه هجمه وارد کردن؟ حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید و اینکه اگه از ویدیوهای کانال میم تیوی خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنید و برای ما کامنت بذارید تا انرژی بگیریم و در آخر هم میتونید یکی از این ویدیوهای کانال میم تیوی رو مشاهده کنید.